سلام و درود، آرتا هستم. شما هستم یه قسمت دیگه از برنامه ماتشو. تو این قسمت داریوش تبهکار رو خواهیم داشت. آماده اید؟ برو بریم. آشین همون قضی که میتونه بهتون در بزرگ شدن کمک کنه، همون قضی هم میتونه شما رو نابود کنه. شاید اگر امیر تسلی در مارکت فارسی وجود نداشت، لقب پرشه ترین آرتیست این مارکت متعلق به داریوش تبهکار بود. داریوشی که 8 فروردین 1374 به دنیا اومد و پس از ارائه چند کار خیلی قوی و خوب در رپ فارسی توسط مهدیار عضو ملتفت شد. خب داریوش اونجا فعالیت خیلی خوبی داشت و با ارائه کارهایی مثل هرت که اتفاقاً دیس به تشکل کاغذ هم بود خیلی خوب و معروف شد. ولی همه چیز از یه ویدیو شروع شد، ویدیویی که شاید میشه گفت علت جدایی داریوش از ملتفت بود. بریم ببینیم. هزار بار گفته باید عکس بذارم، میام نه نذار. هزار بار گفته عکس بذارم، میام نه نذار. میلیون بار گفته عکس بذارم، میام نه نذار. برمیداره داستان دار ترین عکس رو عکس رو برمیداره میذاره. ملت به عکس نیاز نرم، ملت به عکس نیاز نرم، میفهمی؟ ملت داریوش تبهکار بالاخره چند روز پیش یه توییت میزنه که یه تیکه شعر از فدایی از اعضای اصلی تشکل ملتفت هستش و با این عنوان که به خودی میزنه یه تیزی هم میدی بغلیه و این باعث شد که کلی شایعات مبنی بر عضویت مجدد داریوش در تشکل ملتفت مطرح بشه. ولی خب شاید این زیاد قانع کننده هم نبود تا اینکه دیروز داریوش میاد با یک ادیت در صفحه اینستاگرام خودش که میاد جیمیل و اون به قولی جیمیلی که متعلق به ملتفت هستش در واقع رو در صفحه اینستاگرام خودش میذاره و توی بیو خودش ادیت میکنه. همین جیمیلی که الان داریم توی تصویر میبینیم. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. یه نکته، بعد از پست شدن اولین ویدیومون توی یوتیوب، سابسکرایبرمون یه چیزی حدود 1K رسیدن که این خیلی واسه دلخوشی و دلگرمی شد. اما بابت الگوریتمی که یوتیوب داره متاسفانه حدود 900 تا 800 تا از این سابسکرایبا حذف شدن، به خاطر اینکه یوتیوب اونا رو ربات تشخیص داد. علتش هم اینه که اون 800 نفری که دیدن ویدیو رو لایک نکردن و کامنت هم نذاشتن. پس دوست عزیزی که داری ویدیو رو میبینی، اگر که سابسکرایب کردی دمت گرم، ولی حتما زحمت لایک و کامنت اون زنگوله رو هم داشته باش. خیلی مخلصم، شریعتون نره، روزتون خوش.